من از بینندگان عزیز و گرامی، از عزیزان اهل سنت، از منصفین اهل سنت، طلبه ها، دانشجویان، اساتید، حتی ما گفتیم وهابیون رو من دو دسته می کنم، وهابیون معتدل یا سلفی های معتدل، سلفی های تندرو تکفیری. ما حساب سلفی های معتدل رو از حساب سلفی های تکفیری و تفجیری کاملا جدا می کنیم. تقاضا دارم اگر در طول این مدت فرض از برنامه های بندم رنجیدید، من از شما معذرت می خوام، پوزش می طلبم. هر عبارتی که شما بگید من در خدمت شما هستم، ولی تقاضا دارم یه 5 دقیقه فکر مبارکتون در اختیار من قرار بدید. خب عزیزان، ما یه چند تا سوالی من آوردم اینجا، عزیزان یک بزرگواری کنن این سوالات رو یه مقدار خوب دقت بکنن. پیامبر اکرم میفرماید جنگ با علی جنگ با من هست. انا حربون لمن حاربکم و سلمون لمن سالمکم. مسند احمد جلد 2 صفحه 442، صحیح ابن حبان جلد 15 صفحه 433. و جالبم این هست که حاکم نیشابوری میگه این حدیث حسن هست، مستدرک جلد 3 صفحه 3. نظر شما نسبت به جنگ افروزان جمل و صفین چیست؟ آیا این دو جنگ را همان جنگ با رسول خدا میدانید؟ پس تکلیف طلحه و زبیر عایشه و معاویه چیست؟ اگر میگویید اینها اجتهاد نموده و در اجتهاد خود خطا کردند، اجتهاد باید در مرتبه اول متکی به کتاب سنت باشد. اینها از کدام آیه و حدیث نبوی این اجتهاد رو کردند؟ یا میگویید اینها سخن پیامبر را که جنگ با علی را جنگ با خود میداند انکار کرده و خود فتوای دیگری برای مشروعیت جنگ با علی داشتند؟ پس در این صورت شما اینها را مشرع میدانید و قائل به نقص اسلام هستید و یا منکر خاتمیت رسول گرامی صلی الله علیه و آله و سلم هستید. سوال دوم، پیامبر گرامی میفرماید من آدالی ولیان فقط آدنته بالحرب. هر کس یک ولیی از اولیای من دشمن بدارد، من با او اعلام جنگ میکنم. صحیح بخاری جلد 7 صفحه 190، حدیث 6502. آیا شما علی را ولی خدا میدانید یا خیر؟ پس در این صورت، یعنی اگر ولی خدا میدانید، جنگ با علی طبق سخن رسول اکرم جنگ با رسول خداست. پس تکلیف آتش افروزان جنگ جمل و صفین را روشن کنید. و یا انکار سنت پیامبر نموده و با توجیهات ضد عقل شرع بر عملکرد آتش افروزان جمل و صفین سرپوش نهاده و در زیر پوشش اجتهاد پاداشی هم برای آنان منظور می کنید، پس در این صورت برای فردای قیامت چه پاسخی آماده کرده اید؟ سؤال سوم، فرق جنگ جمل و مخالفان علی و جنگ رده و مخالفان ابوبکر چیست؟ در یکی با قیچی اجتهاد پاداش می برند و در دیگری با لبه شمشیر سربریده شده و به ناموسشان به نام دین تجاوز می شود، مثل قضیه تجاوز خالد ابن ولید به همسر مالک ابن نویره. خب با اینکه مخالفان خلیفه اول از دین مرتد نشده بودند و بر طبق گفته ابوبکر معتقد به رسالت نبوی بودند، نماز زکات را قبول داشتند ولی از پرداخت زکات به خلیفه خودداری می‌کردند. این عبارت صحیح بخاری است. ابوبکر گفت قسم به خدا می جنگم کسانی که بین نماز و زکات فرق میگذارند، یعنی نماز میخوانند، خدا را قبول دارند، نماز را قبول دارند، ولی بین نماز و زکات قبول فرق می والله لو منعونی عناقن کانو یعدونها الى رسول الله. اگر چنانچه به اندازه یک افسار شتری یا اون به قول پالان شتری که به پیغمبر میدادن، یعنی اینها معلوم بس پیغمبرم قبول داشتن، به پیغمبرم زکات میدادن، میگه اگر به من ندهند من با اینها میجنگم. صحیح بخاری جلد 2 صفحه 109، حدیث 1400.
آقای ابن کثیر دمشقی میگه یقرون به صلات، اونایی که مخالف ابوبکر بودن اقرار به نماز داشتن، و یمتنعون عن اداء الزکات، زکات قبول داشتن ولی میگن زکات نمیدهیم، و منهم من امتنع عن دفعها الى صدیق ابی بکر. بعضی ها میگفتن ما زکات میدیم ولی به ابوبکر زکات نمیدیم. البدایت و نهایت جلد 6 صفحه 104. پس بنابراین مخالفین ابی بکر هم خدا را قبول داشتن، هم پیغمبر را قبول داشتن، هم نماز را قبول داشتن، هم زکات را قبول داشتن. گفتن ما زکات به ابوبکر نمیدهیم. ببینید هزاران نفر با لبه شمشیر تیز خالد و دیگران به دستور ابوبکر از دم شمشیر گذراندن و برچسب ارتداد هم به اونها زدند. این سؤال سه. سؤال چهارم، اگر در جنگ علی شهید می شد، شما قاتلین حضرت را همانند قاتلین عثمان فاجر و فاسق و اهل دوزخ می دانستید یا باز هم با حربه اجتهاد توجیه می کردید؟ همان گونه ای که ابن حزم می گوید ولا خلاف بین احد فی من الامه، در این که اختلافی میان امت اسلامی نیست. عبدالرحمن ابن ملجم مرادی که علی را کش اجتهاد کرد و بر این عقیده بود که پاداشی هم می برد. محلا جلد 10 صفحه 484. سؤال پنجم، پیامبر اکرم معاویه را دعوتگر به سوی جهنم می داند. عمار تقتله الفئة الباقیه، عمار را گروه ستمگر می کشد. یدعوهم الی الجنه، عمار اونها را به طرف بهشت دعوت می کند. ولی این گروه ستمگر یعنی معاویه و دار دستش، یدعونه الی النار، او را به طرف جهنم دعوت می کنند. صحیح بخاری جلد 3 صفحه 27 حدیث 28-12. البته این در 3-4 جای صحیح بخاری آمده. خب پیغمبر میگه دعوتگر به جهنم معاویه و دار دستش، چرا شما بر او حضرت میگویید و ترضی میکنید، رضی الله میگویید، و کار او را با حربه اجتهاد توجیه میکنید؟ آیا این کار شما خلاف سخن پیامبر و این کار سنت نیست؟ سؤال 6، پیامبر اکرم میفرماید من مات به غیر امام مات میتتن جاهلیه، هر کس بدون امام از دنیا برود مرگش مرگ جاهلی است، یعنی نه خدا نه پیغمبر نه رسالت. مسند احمد جلد 4 صفحه 96. یا نه من مات ولیس فی عنقه بیعت مات میتتن جاهلیه، هر کس بمیرد و در گردنش بیعت امامی نباشد مرگش مرگ جاهلی. صحیح مسلم جلد 6 صفحه 22 حدیث 46-86. خب تکلیف طلحه و زبیر چه می شود؟ آیا بدون امام و با مرگ جاهلی از دنیا رفتند؟ و یا امامی که آنها با آن بیعت کردن معین کنید چه کسی بوده؟ این دیگه دو تا 4 تاست. سؤال 7، عبدالله عمر درباره کسانی که در برابر یزید قیام کرده بودند گفت من خلع یدا من طاعت لقی الله یوم القیامه لا حجت له، هر کس از اطاعت یزید که با او بیعت کرده خلع کند و با او مخالفت کند و قیام کند در برابر یزید، فردای قیامت هیچ عذری ندارد. و هر کس بمیرد از شما که در برابر یزید قیام کرده اید مرگش مرگ جاهلی است. صحیح مسلم جلد 6 صفحه 22 حدیث 46-86. آیا به نظر شما حکومت علی به اندازه حکومت یزید شارب الخمر و ناسبی هم مشروعیت ندارد؟ اگر حکومت علی شرعی بوده پس تکلیف مخالفین حضرت چه می شود؟ و یا با توجیه جنگ جمل و صفین سخن صریح پیامبر را انکار می کنید؟ آیا پاسخی برای قیامت تهیه کرده اید؟ ما این 7 سؤال رو از آقایان داریم. من از عزیزان اهل سنت، از آقایان منصفین، از وهابی تقاضا می کنم نسبت به هن 7 موردی که من سؤال کردم، سؤالات هزاران هزار سؤال داریم بی پاسخ،
انشاءالله اینها رو اگر بزرگواری کنن برای ما جوابی تهیه کنن ما ممنون میشویم. یا اگر چنانچه عزیزان اهل سنت که هفته آینده میخوان بیان روی خط این بزرگواران محبت کنن بیان اینجا ما وقت میدیم بهشون، هم در برنامه که حبل المتین داریم هم قضاوت با شما. این 7 سوال ما طرح کردیم، انشاءالله امیدواریم این 7 سوال ما محبت کنن پاسخ بدن.